سلام، به ویدیو باز خیلی خوش اومدید. چطور میتونیم از طریق ویدیوها درآمد داشته باشیم؟ من توی این ویدیو میخوام 3 روش مختلف رو به شما معرفی کنم که شما میتونید با توجه به علاقه، تخصص و توانایی هایی که دارید با تولید ویدیو و کارهایی که مرتبط میشه با ویدیو بتونید کسب و کار خودتون رو راه بندازید و بتونید از طریق اونها درآمد به دست بیارید. اگه به این موضوع علاقه دارید، پیشنهاد میکنم ادامه ویدیو رو تماشا کنید. من محسن نبوی هستم و ویدیوهای من در کانال ویدیو باز مربوط میشه به دنیای ویدیوها. مربوط میشه به اینکه ما چطور میتونیم از ویدیوها استفاده کنیم و از اونها درآمد به دست بیاریم. پیشنهاد میکنم دکمه سابسکرایب کنار کانال ویدیو باز رو بزنید و اگر اون زنگوله کنار دکمه سابسکرایب رو هم تپ کنید، به محض اینکه من ویدیوی جدیدی رو روی کانال قرار بدم، جز اولین نفراتی خواهید بود که از اون مطلع میشید و میتونید تشریف بیارید اون ویدیو رو تماشا کنید. بریم سراغ بحث اصلی خودمون که ما چطور میتونیم از طریق ویدیوها و کارهایی که مرتبط با ویدیو درآمد به دست بیاریم. بریم با هم ببینیم. درآمدزایی از طریق ویدیوهای آنلاین اولین روشیه که میخوام در رابطه با اون به شما توضیح بدم. پلتفرم ها و سایت های زیادی در جهان وجود دارن که شما میتونید با تولید ویدیو و محتواهای ویدیویی درست و استاندارد بر روی این پلتفرم ها بتونید مخاطب های خودتون رو داشته باشید و با توجه به اون پلن درآمدزایی که این سایت ها و این پلتفرم ها برای خودشون طراحی کردن، شما هم بتونید یک درآمدی رو از طریق تولید ویدیوهای خودتون داشته باشید. یوتیوب، اینستاگرام و خیلی از سایت های دیگه‌ای که این پلن های درآمدزایی رو دارن، ابزارهایی هستن که میتونید شما ازش استفاده کنید، محتواهای ویدیویتون رو روی این پلتفرم های آنلاین قرار بدید و اجازه بدید که مخاطب های شما بیان اون محتواها رو ببینن و بر اساس اون پلنی که اون سایت یا اون مجموعه در نظر گرفته، شما هم بتونید یک درآمدی رو بر اساس اون ویدیوها و اون محتواهای ویدیویی که روی اون سایت قرار دادید به دست بیارید. ولاگری کردن در اینستاگرام، در یوتیوب یکی از محبوب ترین ایده هایی که شما میتونید مثلا ازش استفاده کنید. اگر چند تا ویدیوی قبلی کانال ویدیو باز رو دیده باشید، من 10 اول یوتیوبرهای موفق و پردرآمد جهان رو تو سال 2019 معرفی کردم، برای اینکه بدونید و مطمئن بشید که این پلتفرم، یعنی پلتفرم یوتیوب، یکی از سایت های موفقیه که شما میتونید روی اون حساب کنید به عنوان یک بستری که شما با قرار دادن ویدیوهای خودتون و محتواهای ویدیوهای خودتون بتونید درآمدی رو که دوست دارید به اون نزدیک بشید و به دست بیارید. توی اینستاگرام هم میتونید از این استفاده کنید، یعنی از این روش تولید ویدیوهای آنلاین و محتواهای ویدیویی و بر اساس حالا اون استراتژی که دارید بتونید برای خودتون درآمد به دست بیارید و کار خودتون رو گسترش بدید. شاید یکی از راحت ترین و دوست داشتنی ترین کارهایی که تو بحث درآمدزایی از طریق ویدیو وجود داره، همین فعالیت کردن روی پلتفرم هایی مثل یوتیوب یا اینستاگرام یا هر پلتفرم دیگه ای که پلن درآمدزایی برای خودش تعریف کرده است، که شما میتونید با حالا مطالعه و با توجه به اون تخصص و نوع مخاطب هایی که توی این پلتفرم ها احتمالاً میتونید داشته باشید، کار خودتون رو گسترش بدید، ویدیوهای خودتون رو تولید کنید و روی این پلتفرم ها قرار بدید و بتونید از طریق اونها درآمد به دست بیارید. خیلی از سایت ها در دنیا هستن که این کار رو انجام میدن، ولی شاید به جرئت بتونم بگم که یوتیوب گردن کلفت‌ترین و بهترین سایتیه که میتونه در گسترش فعالیتتون و در درآمدزاییتون به صورت مطمئن به شما کمک کنه. این که میگم مطمئن، بر اساس اینه که این پلتفرم امتحان خودش رو پس داده، همون جوری که گفتم. ولی خب شما مجبور هستید و باید یک مسیر و یک فرایندی رو طی کنید که بتونید از این طریق درآمد به دست بیارید. باید استانداردها، قوانین و اون نکته هایی که توش وجود داره رو رعایت کنید و صبر کنید و پشتکار داشته باشید تا اینکه بتونید اون درآمدی رو که دوست دارید از طریق این سایت ها و این امکانات آنلاینی که یک مجموعه دیگه راه انداخته، بتونید از طریق اونها پول در بیارید و درآمد داشته باشید. این اولین موردیه که خیلی هم فراگیره و خیلی از افراد در دنیا دارن ازش استفاده میکنن و موفقیت ها و درآمد های خیلی خوبی هم تونستن از این طریق به دست بیارن. پیشنهاد میکنم اگر به موضوع ویدیو و تولید محتواهای ویدیویی علاقه دارید،
به این پلتفرم، یعنی پلتفرم یوتیوب و حالا پلتفرم های دیگه که وجود داره فکر کنید و با یک استراتژی درست برید سراغشون تا بتونید اون ویدیوهایی که تولید میکنید برای نیاز مخاطب هاتون، بر اساس علاقه مخاطب هاتون، اونها رو در دسترس اونها قرار بدید تا شما هم بتونید با توجه به اون ساختاری که مثلا سایت یوتیوب یا هر سایت دیگه داره، شما هم بتونید اون درآمدی رو که دوست دارید به دست بیارید و کار خودتون رو و برند خودتون رو گسترش بدید. دومین موردی رو که میخوام در رابطه با روش‌های مختلفی که حالا وجود داره برای به دست آوردن درآمد از طریق ویدیو به شما معرفی کنم، بحث کارآفرینی بر اساس تخصص ویدیویی. اگر شما فیلم برداری بلدید و توی کار فیلم برداری یک تخصصی دارید، اگر کار مونتاژ و تدوین رو میدونید، اگر موشن گرافیک بلدید درست کنید و یا هر کار فنی دیگه‌ای که ربط پیدا میکنه به تولید ویدیو و پروسه تولید ویدیو، شما میتونید یک کسب و کار رو بر اساس این راه اندازی کنید. خیلی از افراد و خیلی از شرکت ها نیاز دارن به مجموعه ها و افرادی که این تخصص ها رو دارن و دوست دارن که اونها بهشون کمک کنن برای تولید محتواهای ویدیویشون. شما میتونید با داشتن یک استدیوی خیلی جمع و جور افراد رو به استدیوی خودتون بیارید و ویدیوی اونها رو تولید کنید و در اختیارشون قرار بدید و درآمد داشته باشید. میتونید سفارش فیلم برداری بگیرید، میتونید سفارش تدوین بگیرید و خیلی از همین کارهایی که بعضن افراد زیادی از فریلنسرها دارن انجام میدن و از این طریق، یعنی از طریق تخصص ویدیویی خودشو، تخصصی که ربط پیدا میکنه به دنیای ویدیو، دارن درآمدهای خوبی رو به دست میارن. اگه به این موضوع علاقه دارید میتونید این کار رو گسترش بدید و در این مقطع و در این موضوع فعالیت کنید، به طوری که بتونید مشتری های خودتون رو داشته باشید و هر چقدر استاندارد کار شما بالاتر بره و هر چقدر شما بتونید با کیفیت بهتری و خلاقیت بهتری این کارها رو انجام بدید، مطمئن باشید که میتونید موفق باشید. خیلی از دوستان هستن که کار موشن گرافیک انجام میدن و سفارش های موشن گرافیک دارن میگیرن. خیلی از دوستان هستن که کار استوب موشن دارن انجام میدن، یک فرم ویدیویی فوق العاده جذابی که خیلی از برندها و خیلی از مجموعه ها و خیلی از افرادی که دنبال محتوای ویدیویی هستن دوست دارن که از این فرم های ویدیویی خلاقانه و جذاب که نیاز به تخصص هم داره اتفاقا استفاده کنن برای کارشون. شما میتونید در این حوزه، یعنی در حوزه‌ای که مربوط میشه به ویدیو و به کار ویدیو، اگر درش تخصص دارید و یا علاقه دارید، برید اون رو یاد بگیرید و شروع کنید به کار کردن. کم کم حتی میتونید یک مجموعه بزرگ رو درست کنید، حتی میتونید شرکت خودتون رو و کسب و کار خودتون رو از این طریق راه اندازی کنید و بتونید علاوه بر اینکه درآمد خوبی رو به دست بیارید و درآمد داشته باشید برای خودتون، کار خودتون رو گسترش بدید و کارهای مختلف دیگه ای رو انجام بدید که بتونه براتون با توجه به اون چیزی که دوست دارید، علاقه دارید و درش توانمندی دارید، بتونه به شما کمک کنه که راضی باشید از شغلتون و فعالیتی که دارید انجام میدید. دومین روش رو خیلی از آژانس‌های تبلیغاتی، خیلی از شرکت‌هایی که کار تولید ویدیو دارن انجام میدن، سال‌هاست که مشغولش هستن و از اون طریق تونستن کسب درآمد کنن. اما خب بیاید از اول خیلی بزرگ فکر نکنیم برای شروع کردن. شما میتونید به صورت کاملا انفرادی، اگه در موضوعهایی که گفتم یا موضوعهایی که مرتبط میشه با ویدیو تخصص دارید، بیایید کم کم سفارش هایی رو بگیرید، اوایل شاید با قیمت های خیلی پایین حتی رایگان، و کم کم خودتون رو بشناسونید به بازاری که میخواید درش فعالیت کنید و افرادی که دوست دارید بیان سمت شما برای اینکه به شما سفارش کار بدن و شما وارد اون پروژه بشید و اون پروژه ها رو انجام بدید. امیدوارم تو این موضوع موفق باشید. اگر به این موضوع علاقه دارید، فکر میکنم فوق العاده موضوع جذاب و پرچالشیه که شما رو میتونه در شغلتون و اون مدل درآمدزایی که دوست دارید داشته باشید راضی کنه و به شما کمک کنه که کارتون رو توسعه بدید. حالا تمام اینها رو که من به شما گفتم، یک کارهای دیگه ای رو شما میتونید ما بین روش اول و روش دوم هم انجام بدید. یعنی چی؟ یعنی این رو الان من به عنوان یکی از موارد قسمت دوم و روش دوم درآمدزایی ویدیو دارم به شما میگم. اما اینکه شما در تولید ویدیو توانمندی داشته باشید و در اون تخصص داشته باشید، خیلی خیلی موقعیت خوبیه که شما بتونید یک سری محتواهای خام ویدیویی رو اصطلاحاً تولید کنید، اونها رو ضبط کنید و یا حتی حالا ادیت های مختلف رو انجام بدید و در سایت های مختلفی که اونها رو برای فروش در معرض مخاطب ها و تماشاگران خودشون قرار میدن، شما هم اون
کارهای خودتون و اون پروژه های خودتون رو در اونها قرار بدید و بتونید از اون طریق هم پول به دست بیارید و درآمد داشته باشید. به عنوان مثال میگم، شما خیلی از سایت ها رو دیدید که تیکه های کوچیک ویدیویی و فیلم رو از جاهای مختلف رفتن فیلم برداری کردن به صورت اورجینال، یعنی خودشون این کار رو انجام دادن و اونها رو در خیلی از سایت ها قرار میدن برای فروش. یعنی مثلا یک صحنه ای از یک بارندگی رو ضبط کرده با یک روش خلاقانه و کاملا تکنیکی و اون رو مثلا توی 20 ثانیه با یک کیفیت خوب در اون سایت قرار داده و یک قیمتی رو برای اون گذاشته که اگر کسی میخواد بره سراغ این که از اون مدل ویدیوها استفاده کنه، بتونه اون رو خریداری کنه و در کار خودش و پروژه خودش استفاده کنه. همونجوری که توی یوتیوب ما به این موضوع باید دقت داشته باشیم که اون موسیقی ها و اون صوت ها و اون ویدیو و عکس هایی که میاریم مشمول قانون کپی رایت یوتیوب نشه، دقیقاً یک سری سورس هایی که معرفی میشه و توی این کار وجود داره، اگه دقت کنید توی اون سایت ها شما میتونید یک قسمت هایی از اون سایت ها و یک قسمت هایی از اون محصولات و اون چیزهایی که توی اون سایت قرار داده رو ببینید که اصطلاحاً پریمیومه، یعنی شما باید بابتش پول پرداخت کنید تا بتونید از اون استفاده کنید. این دقیقاً همون موضوعی که الان خدمت شما گفتم، یعنی شما میتونید با روش خلاقانه خودتون، با ایده های خودتون یک سری ویدیوهای خامی رو داشته باشید و یک سری ویدیوهای خامی رو تولید کنید و ضبط کنید که اونها به درد خیلی از افراد دیگه میخورن برای استفاده کردن. شما میتونید از اونها استفاده کنید، اونها رو تولید کنید و در این سایت ها عضو بشید و به عنوان یکی از کسانی که این ویدیوها رو تولید کرده برای خودتون یک پروفایل مجزا داشته باشید، ویدیوهاتون رو اونجا قرار بدید، قیمت گذاری کنید و از طریق اون هم بتونید بابت کاری که دارید انجام میدید بتونید کسب درآمد کنید و پول به دست بیارید. این یکی از کارهاییه که فکر میکنم خیلی شیرینه و خیلی حالت فان هم داره، یعنی خیلی از افراد در کنار کارهای تولیدی ویدیویی که انجام میدن میرن اصطلاحاً یک سری راشهای اضافه ای رو میگیرن که اون راشا شاید الزاما تو اون پروژه استفاده نشه و توی پروژه هایی که دارن تولید میکنن، ولی اون راش ها رو میتونن با یک به قول معروف ادیت درستر، با یک تصحیح رنگ و با یک کارهای دیگه ای روی این سایت ها قرار بدن و اجازه بدن خیلی از افراد دیگه بیان اونها رو ببینن و اگر از اون کار خوششون میاد و نیاز دارن اونها رو خریداری کنن و در پروژه های خودشون استفاده کنن. این یکی دیگه از روش هایی که گفتم توی قسمت دوم الان دارم به شما معرفی میکنم، اما در حقیقت ما بین روش ویدیوهای آنلاین و اون کارآفرینی با ویدیو میتونه دسته‌بندی بشه و شما میتونید از اون هم استفاده کنید. امیدوارم که این مطلب به دردتون بخوره، چون که جای خالی زیادی بابت این موضوع توی ایران وجود داره و توی فارسی زبان‌ها وجود داره که خیلی از ماها میریم سراغ سایت‌های خارجی و از اون متریال‌ها و اون ویدیوهای اون سایت ها داریم استفاده بکنیم، در حالی که کار چندان سخت و دشوار و عجیب غریبی نیست. ما هم میتونیم خودمون اون ویدیوها رو ضبط کنیم، اون پلان های جذاب رو طراحی کنیم، در رابطه باشون فکر کنیم و اونها رو ضبط کنیم و توی این سایت ها قرار بدیم که بتونیم کار خودمون رو و برند خودمون رو معرفی کنیم و اونها رو به فروش برسونیم. روش سومی که میخوام به شما معرفی کنم یه مقداری با دوتا روش دیگه فرق داره. توی دوتا روش قبلی ما نیاز به یک تخصص و علاقه در حوزه تولید محتوای ویدیویی و تولید ویدیو داشتیم، یعنی ما شاید باید فیلم برداری میکردیم، تدوین میکردیم، تصحیح رنگ میکردیم، محتوای ویدیویی خودمون تولید میکردیم، تیممون تولید میکرد و بر اساس اون میتونستیم توی پلنهای مختلف و جاهای مختلفی که وجود داره یک درآمدی رو به دست بیاریم و کار خودمون رو جلو ببریم. اما تو روش سوم فرق میکنه. شما احتمالاً و یا خیلی از افراد دوست ندارن که خودشون کار تولید محتوای ویدیویی انجام بدن، قرار هم نیست که همه این کار رو بخوان انجام بدن، یعنی اینکه توی شرکتشون که میتونه شرکت مد و فشن باشه، میتونه کارشون آشپزی باشه، میتونه کار ساختمانی باشه، هر کدوم از اینها برای اینکه توی حالا دنیای جدید و دنیای آنلاین بتونن برند خودشون رو گسترش بدن و فروششون رو بیشتر کنن و درآمد بهتری به دست بیارن، نیاز به اجرای ویدیو مارکتینگ و ویدیو برندینگ دارن.
خب برای این کار اونها این محتواهای ویدیویی رو در واقع اون قدرتی که ویدیو داره رو به خدمت کارشون میگیرن. یعنی ما دو تا بحث داریم، یکی این که ما ویدیو رو برای کارمون استفاده میکنیم، یعنی در خدمت کارمون میاریم، یه موقع هست نه از خود ویدیو داریم یه کاری رو انجام میدیم و یه کسب و کاری که مستقیما به خود ویدیو ربط پیدا میکنه. اون دوتا روش اول مربوط میشه به کارها و مدل‌های درآمدزایی که ربط پیدا میکنه مستقیم به خود ویدیو. اما توی روش سوم ما ویدیو رو میخوایم بیاریم در خدمت کار خودمون. یعنی اگر شما کارتون به طوری هست که یا علاقتون و تواناییتون جوری هست که خودتون قرار نیست که ویدیوهایی رو تولید کنید، باید بدونید که چجوری از ویدیوها استفاده کنید برای اینکه کارتون پیشرفت پیدا کنه، برای اینکه برندتون توسعه پیدا کنه، برای اینکه بتونید فروشتون رو افزایش بدید. این سه تا روشی رو که خدمتتون عرض کردم سه تا حالت کلی هست که حالا میشه دسته‌بندی کرد که ما چطور میتونیم در ارتباط با ویدیوها درآمد بیشتری به دست بیاریم. یه موقع هست که از ویدیو استفاده میکنیم برای کارمون، برای تبلیغات کارمون، برای طراحی کمپین های ویدیویی که برای توسعه کارمون نیاز هست. یه موقع هست نه، ما از اون تخصص ویدیویی و علاقه ویدیویی خودمون میایم کسب درآمد میکنیم. پس این سه تا روش رو به یاد داشته باشید و ببینید متناسب با اون علاقتون، متناسب با اون چیزی که دوست دارید، وقتتون رو بابت اون هزینه کنید. ببینید کدام یک از این روش ها رو میتونید در کارتون استفاده کنید. این سه تا روش به نوعی تمام مشاغل و تمام فرصت های شغلی رو میتونه پوشش بده. یعنی اینکه شما میتونید از خود ویدیو درآمد به دست بیارید، از تخصص ویدیوی خودتون اگر علاقه به دنیای ویدیو دارید، یه موقع است نه شما دارید یک کار دیگه رو انجام میدید ولی باید از ویدیو و محتوای ویدیویی بتونید درست استفاده کنید در ویدیو مارکتینگتون و در ویدیو برندینگتون برای اینکه بتونید کارتون رو توسعه بدید. امیدوارم این سه تا روشی که گفتم به دردتون بخوره، در رابطه با اونها این دید رو پیدا کرده باشید که چطور میتونید از ویدیوها برای خودتون درآمد بیشتری به دست بیارید و کار خودتون رو توسعه بدید. تا ویدیوی بعد.